به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان سلام میگویم. هر کجا که هستید و در این ساعت به تماشای تفسیر خبر نشستید، جمشید چالنگی هستم، از واشنگتن همراه شما خواهم بود در ساعت پیش رو. کرونا همچنان میلیون ها میلیون انسان رو در سراسر جهان خانه نشین ساخته است. کشورهای مختلف، کشورهای گوناگون، هم از منطقه خاورمیانه تا اروپا و آمریکا، برنامه‌های مختلفی رو برای جلوگیری از شیوع بیشتر کرونا و گرفتن قربانیان بیشتر به اجرا گذاشتند. در ایران به نظر می‌رسد آنچه که حکومت فقیه خوانده می‌شود، جمهوری اسلامی، تا کنون برنامه ویژه‌ای در این زمینه نداشته و گشایش درهای اماکن مقدسه شیعه زمین ساز قربانیان بیشتر خواهد بود. کرونا در استان خوزستان آنگونه که گزارش های مختلفی از این استان منتشر شده بیدار می کند. قربانیان بیشتر و مبتلایان بیشتر. همزمان در اقدام دیگری، حکومت فقیه به سوی یک ناوچه ایرانی شلیک کرد. چه کسانی مسئول این شلیک در آبهای اطراف ایران بودند، دریای عمان، نزدیک خلیج فارس، هنوز به طور دقیق روشن نیست. گفته می شود سپاه پاسداران این اقدام را انجام داده، اما مسئولیت آن را به گردن ارتش ایران انداخت. تهدیدات جمهوری اسلامی در خلیج فارس عاقبت این منطقه را به چه سمتی خواهد برد؟ و یک تشکل سیاسی تازه در خارج از ایران با بیش از 170 امضا برای همپیمانی در جهت رسیدن به دموکراسی در ایران، چه میتوان کرد؟ پرسشی در برابر تشکل‌های نوپا که به آینده تشکل‌های پیشین خرد نشوند. و چون دوشنبه‌های دیگر در ارتباط با حقوق بشر اخباری در نقض حقوق انسان ایرانی در جمهوری فقیه، و همچنین با شما عزیزان به هرات خواهیم رفت. گزارشگر بخش افغان رادیو اروپای آزاد با ما خواهند بود از هرات. با شما عزیزان خواهیم بود و میهمانان این شماره تفسیر خبر خانم میترا جشنی، فعال حقوق بشر، فعال سیاسی و هنرمند، نقاش در هلند و در پاریس. آقای رضا پیرزاده، فعال سیاسی، همراه شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. خانم جشنی خوش آمدید. سپاسگزارم از شما جناب چالنگی. سلام عرض میکنم خدمت شما، مهمان محترمتون و همینطور بینندگان برنامه تفسیر خبر. این خبر تأسف انگیز رو هم دارم که آقای رضا پیرزاده چند روز پیش مادر خودشون رو در پاریس از دست دادن. به شما تسلیت میگیم ضمن خوش آمدن به تفسیر خبر. سپاسگزارم جناب چالنگی گرامی و درود میفرستم به خانم جشنی گرامی و همچنین به هم‌میهنانمون در ایران و سراسر جهان. خانم جشنی، قبل از هر چیز ما سنت دیرینه ای هست، دوشنبه ها در تفسیر خبر میپردازیم به وضعیت حقوق بشر در ایران. اتفاقی که نه در واقع برنامه‌ای که جمهوری اسلامی از روز 23 بهمن ماه هنوز تثبیت نشده تا یه همون رفراندوم یا هرچی که بود یا تایید نشده به اجرا گذاشت، به گیر و به بندها بود. ما میبینیم این برنامه همچنان تا به امروز ادامه پیدا کرده، حتی در قضیه کرونا، این همه قربانی، این همه مصیبت، ولی وبلاگ نویس رو گرفتم، مدیر کانال تلگرامی گرفته میشه، احکامی صادر میشه و همه اینا. اینا شما چطور ارزیابی میکنید؟ چطوره که یک حکومت در این شرایط هم به همون برنامه های مثلا 10 سال پیش، 5 سال پیش، 4 سال، 30 سال پیش خودش همچنان ادامه میده؟ و
بله، اول از همه من هم تسلیت میگم خدمت جناب آقای پیرزاده و متاسف هستم از این خبری که شنیدم و میدونم که بسیار دردناک هستش. در مورد پرسش شما جناب چالنگی، من فکر میکنم که ما با یک حکومتی طرف هستیم که اول از همه روپا بودنش به علت استفاده از منابع ملی و ثروتی هستش که از ایران هست و در حقیقت اینها نظام خودشون رو با معامله حفظ کردن و تا الان هم همینطوری که میبینید به انواع و اقسام ترفندها و فریبها متوسل میشن که بتونن خودشون رو سرپا نگه دارن، حتی اگر لازم باشه هواپیمای خودشون رو بزنن، ناو خودشون رو بزنن یا هزار و یک برنامه دیگه اجرا بکنن که بتونن این حکومت فاسد رو سرپا نگه دارن. در مورد عکس العمل و برخوردی که این حکومت در برابر آگاهی جامعه میکنه، مثلا یه وبلاگ نویسی، یک ادمین کانال تلگرامی شروع میکنه به یک سری حقایقی رو افشا کردن بدون اینکه حتی بخواد مستقیم حکومت رو مورد خطاب قرار بده، واقعیت ها رو نشون میده و اینها در عوض اینکه پاسخگو باشن شروع میکنن به دستگیر کردن، سرکوب کردن، احکام عجیب و غریب بریدن. خب این چیز تازه‌ای در جمهوری اسلامی نیست. جمهوری اسلامی وحشت داره از آگاهی مردم. 41 سال هست که سعی کرده با مهندسی کردن آمار و اتفاقاتی که داره در حاشیه خودش اتفاق میفته سعی بکنه مردم رو گول بزنه، مردم رو فریب بده، چنانی که به هر حال تا یه حدی هم در تا یه بخشی هم موفق بوده. این انتخابات بین بد و بدتر، این مسائلی که تو جامعه ما اتفاق افتاده یا از روی فریب خوردگی یا از روی وحشت و سرکوب، خب به هر حال ادامه داشته، ولی الان چندین سال هستش که با توجه به شبکه‌های اجتماعی و با توجه به بزرگتر شدن افرادی که دیگه باوری به صلاح جمهوری اسلامی و به اصلاح شدنش ندارن، خب الان با این موزل مواجه شده و فعلا راهی که در پیش گرفته مثل یک فرد خشمگینی که بدون هیچ گونه منطقی حاضر نیست پای میز مذاکره بنشینه و یا اینکه مشکلات خودش رو ببینه، شروع کرده به قل و قم کردن و دستگیری افرادی که دارن سعی میکنن به نوعی جامعه رو به سمت آگاه تر شدن پیش ببرن. آقای پیرزاده، ببینید این حرف رو من بارها در برنامه‌های مختلف گفتم، باز هم بازگو میکنم، برای اینکه مسئله ایران هست و بسیار این نکته مهم که اون چوری که ما در ایران داریم شبیه هیچ حکومتی نیست، هم از حکومت‌های آزاد که جای خود داره، حکومت‌های مستبد دیکتاتوری و حتی حکومت‌ها یا نظام‌هایی که در اسلام بود، در اسلام یک خلیفه اون بالا می‌نشسته، خوب بعد هر کاری که میکرد یه سیستم و نظام برای خودش بوده. ما یک طرف این داستان به دموکراسی جنتی مربوط میشه، صندوق بد و بدتر، یک طرف هم به آسمان آقای علی خامنه‌ای. شما به عنوان یک فعال سیاسی این مجموعه رو چطور میبینید؟ مجموعه شرکته، مجموعه باندهای مافیایی، مجموعه باندهای سیاسی، گروه ها و تشکل های سیاسی هست که در یه جایی به وحدت میرسن. این وضع حاکم در ایران رو شما چطور تعریف میکنید و میبینید؟ با درود دوباره به شما و خانم جشنی گرامی، دقیقا صحبت شما کاملا درست هست جناب چارنگی گرامی. ببینید این نظام جمهوری اسلامی در اصل دی اینش از روز اول مشخص بوده که هدفش در قانون اساسیشون هم آمده سیاه رو سفید که هدف صدور انقلابه و اینا به فکر مصلحت نظام هستند و نه منافع مردم ایران و یک نظامی هستش که در اصل حتی به نظر من دیگه بهش نمیشه نظام گفت، نمیشه بهش دولت گفت. به نظر من بعد از بخصوص از دیماه 2 سال پیش تا به امروز و بعد از ماجرای آبان ماه متاسفانه و اتفاقاتی که در آبان ماه افتاد، بعد از اون هواپیمای اوکراینی و الان هم امروز میبینیم، دیگه واقعا من فکر میکنم ما در ایران دولت نداریم، چون یک دولت یک تعریف در علوم سیاسی یک تعریف مشخصی داره، باید در یک چارچوب جغرافیایی یک تشکیلاتی هستش که در جهت دفاع از منافع اون مردمان اون سرزمین اقدام بکنه و کارهای لازم رو انجام بده.
متاسفانه امروز ما میبینیم که این نظام جمهوری اسلامی تعریف دولت رو نداره، چون به هیچ وجه فکر دفاع از منافع مردم ایران نیست، فکر دفاع از حتی جان مردم ایران نیست. کافیه که نگاه بکنیم به عملکردش در رابطه با بحران کرونا، کافیه که نگاه بکنیم به عملکردش در آبان ماه که مستقیما به مردم شلیک کردند، کافیه نگاه بکنیم به عملکردش با هواپیمای اوکراینی و تا حادثه که امروز رخ داده. و به نظر من ما دیگه در ایران هیچ دولتی نداریم و حتی دیگه این بی‌لیاقتی و عدم مدیریت دیگه به اوج رسیده. و من فکر میکنم که واقعا اون حالا امیدوارم بتونیم صحبتش کنیم، ولی وقت زمان همبستگی ملی واقعا رسیده که بتوانیم با مینیمم هزینه از این وضعیت عبور بکنیم و از این مافیای جمهوری اسلامی بتونیم با مینیمم هزینه برای ایران و ایرانیان عبور بکنیم. خانم جاشو ببینید، این حکومت رو درواسی نداشته، از روز اول اشاره کرد آقای پیرزاده‌ام که به سر صدور انقلاب، ولی از روز اول آمدن و گفتن برنامه ما این هست، پیاده کردن اسلام هست به روایت شیعه و میخواییم از مستضعفان جهان حمایت کنیم از کارهایی که دارن میکنن و دموکراسی هم مال غربه، مال آمریکاست، مال اسرائیل و بقیه جهان، ما یه نوع دموکراسی دیگه برای خودمون داریم. همه صحبتهایی که بینندگان در جریان هستن در این 41 ساله برنامه اعلام شده یه. اشکال کار کجاست؟ اشکال آیا از این ور نیست که همچنان دخیل به این امامزاده میبندن و انتظار معجزه دارن که به راه راست بیاد و باز هم باور میکنن، یا انتظار دارن مثلا یک روحانی که از اون ور خیابون ما گرفتیم آوردیم این ور خیابون گذاشتیم اون بالا حالا مسائل امروزی رو برای ما حل کنه؟ اشکال کجاست؟ باور مردم کجای قضیه لنگه؟ والا اشکال که من متوجه نمیشم واقعا منظورتون از اشکال چی هستش، یعنی چه چیزی وجود داره که این اشکالی حکومت اشکالی که باعث دوام این وضعیت شده خانم جشنی، یعنی این مکانیزمی که تا به حال مونده، یک طرفش به هر حال مردم هستن یا بخشی از مردم هست. شما میبینید همون در هلند یا مثلا آقای پیرزاده در فرانسه، در همین آمریکا بسیاری هستن که به این امامزاده همچنان دخیل میبندن، لابیگری میکنن و بقیه کارها. این دوام این وضع رو شما ناشی از چی میبینید خانم جشن؟ دوام این وضع که مسلماً یک بخشیش برمیگرده به این سیستم سرکوبگر جمهوری اسلامی در داخل که هر صدایی رو داره خفه میکنه و استفاده میکنه از تمام امکاناتی رو که غصب کرده در داخل ایران، یه بخشیش هم برمیگرده به منفعت طلبی گروهی در خارج از کشور که با تمام فساد و جنایاتی که جمهوری اسلامی داره انجام میده سعی میکنن که این حکومت رو، یا به قول آقای پیرزاده واقعا نمیشه دیگه گفت به این حکومت، این موجود عجیب غریب فرقه یا هر چیزی که میخوایم اسمش رو بذاریم رو سرپا نگه دارن و تلاش بکنن که این رو یک نظام نرمالی به جهان نشون بدن. از این طرف شما دارید میبینید که همین افرادی که اشاره میکنید در خارج از ایران که میگید دخیل بستن، من بیشتر اینا رو دخیل بسته به جمهوری اسلامی نمیبینم، من اینها رو بخشی از جمهوری اسلامی میبینم. جمهوری اسلامی سالهاست هزینه کرده و تلاش کرده که لابی هایی در خارج از کشور درست بکنه، افرادی رو به خارج از کشور، حالا به عنوان خبرنگار، روزنامه نگار، حتی فعال سیاسی صادر بکنه و اینها در حقیقت بخشی از جمهوری اسلامی هستن که دارن در رسانه‌های آزاد نفوذ کردن، دارن تلاش میکنن که بگن جمهوری اسلامی یک حکومت نرمال هستش مثل سایر حکومت‌ها، و از اون طرف هم در داخل ایران دارن تلاش میکنن بگن که خب در غرب هم خبری نیست و غرب هم همین مشکلاتی که شما دارید در داخل ایران میبینید مردمش دارن. بنابراین خود این کمک کرده که سالها این سیستم حرکت بکنه، ولی خب البته نمیتونیم بگیم که بدون اشکال. به هر حال ما اصلا نمیتونیم موج اعتراضات، مخالفت ها و اون شدت سرکوبی که الان جمهوری اسلامی داره در برابر مردم نشون میده، ولی هر روز یک صدای تازه‌ای داره بلند میشه رو با گذشته مقایسه کنیم. خب به هر حال من این نکته رو برای روشن شدن موضوع خانم جشنی ایشون
بینندگانی که احتمالاً مفهوم روشن‌تری از دخیل بستن ندارن، این رو بگم مثلا در نمونه‌های خانم جشنی که اتفاق افتاد در مورد آقای قاسم سلیمانی، حتی کسانی که مخالف حکومت بودن از طیف‌های مختلف سیاسی همراه و همصدا شدن با جمهوری اسلامی از بابت اینکه این حکومت بالاخره امنیت داره. اگر آقای قاسم سلیمانی تروریست بسیار معروف و عامی گروه های تروریستی نبود، چنین و چنان و کسانی چه در داخل و چه در خارج که پیش از اون صدای زمینی مخالفت های اونها رو میشنیدیم. به هر حال دخیل بستگان بسیاری هست، اهم از ایرانی و غیر ایرانی. و اما آقای پیرزاده گرامی، اینجا بیانیه امضا شده به عنوان هم آوا، همبستگی ملی برای دموکراسی در ایران، و بالای 170 نفر اگر اشتباه نکنم 171 نفر امضا کردن و به زبانهای مختلف هم منتشر شده. شما یکی از امضا کنندگان و یکی از فعالان اساسی برای شکل گرفتن این تشکل هستید. این در بندهای مختلفی داره. پیش از هر چیزی بفرمایید که هدف شما چه هست؟ هدف این تشکل جدید، همبستگی ملی، که چه هست؟ اولا اجازه بدین که دو نکته رو جناب چارنگی عزیز اصلاح بکنم. یکی این که تعداد امضا کنندگان 172 نفر هستن، نمیخوام کسی اینجا فراموش بشه. و دوم این که این همبستگی ملی هماوا تشکل نیست، یک تشکیلات جدید نیست، بلکه یک جنبش هست و من به نوبه خودم یک امضا کننده هستم بین 172 نفر دیگه و هیچ کس اینجا یک رول خاص و ویژه‌ای نداره. یعنی در اصل یک حرکتی هستش که یک جنبشی هستش که میخواهد هدفش این هستش که ما همه امضا کنندگان و خیلی های دیگر که من مطمئنم که امیدوارم چون این یک همبستگی ملی هست و برای مردم ایران هست و یک جنبش باز هست و امیدوارم همه فعالین سیاسی و مدنی و مردم ایران، هنرمندان و دیگران بپیوندند و امضا بکنند، چون به اشتراک گذاشته خواهد شد، امضاها به پتیشن خواهد گذاشته شد و هدف فقط این است که ما بتوانیم از صدای هموطنانمون، از مطالبات مردم در ایران، همونطوری که دارن ماها هست که دارن اینو بلندتر و بلندتر، هر روز بیشتر بلندتر بیان میکنن و فریاد میزنن، ما بتوانیم این رو، این صدا رو انعکاس بدیم در خارج از کشور و از این حرکت، از این جنبش دموکراسی خواهانه مردم ایران حمایت بکنیم، پشتیبانی بکنیم و تا اونجایی که میتونیم در خارج از کشور کمک بکنیم، چون اصل مطلب درون ایران هست، در اونجا هستش که این افکار و این خواسته ها، این مطالبات مطرح شده و اونجا هست که پیروز خواهد شد و ما در خارج از کشور هدفمون فقط حمایت و پشتیبانی هستش. خب دو نکته که اشاره کردین، من این هر دو نکته رو جواب بدم. متنی که من دارم 171 نفر هست، قطعا نفر دوم بعد از این متن نفر 72 و قطعا هم به احتمال بیشترم خواهد شد. اون چی که من دارم با آخرین نسخه که داشتم 71 نفر است و اون چی که من به عنوان یکی از فعالان این به اصطلاح همبستگی شما رو مخاطب قرار دادم، برای اینکه هر تشکلی به هر حال با هر هدفی که داره گروهی هستن، لزوما هیچ کدوم رهبر نیست، همونطور که خود شما اشاره کردید قطعاً همه امضا کنندگان یک نقش دارن و یک رأی دارن، همونطور که اعلام شده در این تشکل تا اینجایی که اعلام شده، ولی به هر حال همه امضا کنندگان میتونن مورد این خطاب باشن. خانم جشنی، شما این تشکل جدید و تشکل‌های سیاسی خارج از کشور رو چطور ارزیابی میکنید در ارتباط با اون چی که در داخل هست؟ آقای پیرزاده میگه ما هدفمون اینه بازتاب بدیم اون چرا که در داخل هست. تفسیر شما رو میشنویم، چون این هدفی
چطور میتونه در خارج از ایران به موفقیت برسه؟ من فکر میکنم که این در حقیقت یک خط و مشی میتونه باشه برای گروه‌های سیاسی در خارج از کشور، با توجه به اینکه جمهوری اسلامی هنوز سر جاش نشسته و براندازی اتفاق نیفتاده، بنابراین گروه‌هایی که در خارج از کشور تشکیل میشن نمیتونن جنبه حزب داشته باشن و یا اینکه بخوان فعالیت‌های حزبی به صورت کلاسیک و اون چیزی که در سیاست مطرح هست رو انجام بدن. بنابراین این گروه‌ها یکی از نقش های مهمی که میتونن ایفا بکنن همین بازتاب صدای مردم داخل ایران و نقض حقوق بشر در داخل ایران هست به رسانه های آزاد، دقیقا همون چیزی که لابی های جمهوری اسلامی و بازوهاش دارن تلاش میکنن که این رو از بین ببرن و این رو ساکت بکنن و خب نشون بدن که داخل ایران شرایط اونقدرها بد نیست. یک سری معترض هستن مثل همین کشورهای اروپایی و با اونام همون برخورد میشه. این گروه ها و گروه های مشابه میتونن این صدا رو بلندتر بکنن. یکی از کارهای مهمی که به نظر من باید این گروه ها انجام بدن و کسانی که به هر حال دارن فعالیت سیاسی میکنن در خارج از ایران، همین لابیگری هست در جهت مخالف جمهوری اسلامی، با پارلمان های اروپایی و کشورهای غربی، با رسانه های آزاد تماس گرفته بشه، تجمعاتی که تشکیل میشه تلاش بکنن که اون اخبار واقعی داخل ایران بازتاب پیدا کنه و همینطور زندانیان سیاسی که متاسفانه دوران فعالیت مدنیشون معمولاً این روزها خیلی کوتاه هست و به چند ماه نکشیده اینها رو به بدترین شکل ممکن زندانی میکنن و سرکوب میکنن صدای اینا رو، قطعاً چیزی که بتونه ادامه دهنده این صدا باشه و نگذاره که خاموش بشه قدم مهمی هست در راه آزادی کشورمون ایران. بله آقای پیرزاده، صحبت زندانیان سیاسی شد، به من خبر داده شده که آقای هاشم خواستار از امضا کنندگان بیانیه 14 نفره به شدت بیمار هستن و نیازمند خدمات پزشکی و درمانی مثل بسیار دیگه از زندانیان. خانم فاطمه مصنع، مریم اکبری، آتنا دائمی گرامی، فعال حقوق بشر، خانم نرگس محمدی و بسیاری دیگه که اصلا در زندان ها. بیانیه شما، این بیانیه 171 نفر، در نسخه من 172 نفر و قطعا انتظار میره بیشتر بشه و این رو هم من بگم برای بینندگان، هم هنرمندان هستن، فعالان سیاسی، فعالان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران از طیفا و به قول معروف اقشار مختلفی هستن. چطور این پر رو، یعنی به نظر میرسه این بیانیه نوعی بازتاب دهنده خواستهای امضا کنندگان بیانیه 14 نفر است، یک چنینه و بعد چطور این پر رو با چه مصالحی خواهید ساخت؟ یعنی با برقراری تجمعات، برقراری کنفرانس ها، چطور ارتباط با رسانه های غربی که توجه بدید، متوجه کنید که در ایران چه میگذره؟ بله خدمتتون بگم که با این از اینجا شروع بکنم که همبستگی ملی در اصل یک ایدئولوژی خاصی رو دنبال نمی کنه. همبستگی ملی خواستش فقط برقراری حاکمیت مردم ایران در ایران هستش، رسیدن به یک دموکراسی سکولار به معنی جدای دین از حکومت و نه به هیچ وجه دین ستیزی یا اسلام ستیزی، و اینکه در چارچوب حفظ تمامیت ارضی و با احترام کامل به هر شهروند ایرانی را از هر تیر و تبار و باوری که باشه، و اینکه این حقوق شهروندی میبایست برای هر ایرانی، زن، مرد، سنی، شیعه یا هر باوری دیگری که داره، یکسان باشه و ما برسیم به یک قانون اساسی مبتنی به اعلامیه جهانی حقوق بشر. این خواسته هایی هستش که ایدئولوژیک نیست، یعنی نه چپ نه راست، نه جمهوری خواه نه مشروطه خواه، و تمام گرایش های سیاسی، تمام تشکلات سیاسی، شخصیت های سیاسی، و همونطور که شما اشاره کردید ما بسیار خوشحال هستیم که بین 172 نفری که امضا کردیم بسیاری از هنرمندان معروف
و محبوب ایرانی امضا کردن و این حرکت حرکتی است که جنبشی است که باز هست برای هر رو به هر ایرانی، چه در خارج از کشور چه در درون کشور. و ما 20 خوردی از هموطنان عزیزمون هم در ایران این همبستگی ملی رو هم‌آوا رو امضا کردن و امیدواریم بیشتر و بیشتر بشه. باید تا اونجایی که میتوانیم صدای دوستان باشیم در درون ایران با در رابطه با فهم امروز ما در این شرایط بین‌المللی خاصی هستیم، شرایطی که شاید برای اولین بار در این تاریخ 40 و 41 ساله جمهوری اسلامی میتونه امیدی به ما بده که منافع ملی ما، منافع ملت ایران با منافع قدرت‌های بزرگ یا لااقل بگم آمریکا یکسان هست و ما از این فرصت به نظر من فاصله تاریخی باید استفاده بکنیم و بتوانیم در صحنه بین‌المللی بتونیم خواسته ها و مطالبات مردم رو، مردم ایران رو بیشتر و بیشتر مطرح بکنیم. خب خانم جشنی، چرا تشکل هایی با همین هدف ها، چیزایی که صحبت هایی که آقای پیرزاده گفت حرف های ناآشنایی نیست برای بینندگان ما، اکثر تشکل ها همین هدف ها رو کم و بیش به شکل های دیگه مطرح کردن، چرا تا به حال به نتیجه مطلوبشون نرسیدن؟ نمیتونیم بگیم به نتیجه مطلوب نرسیدن. باید ببینیم وقتی هدف، مثلا الان آقای پیرزاده دارن میگن هدف از این همبستگی ملی این هستش که صدای کسانی که در داخل ایران معترض هستن رو بلندتر بکنن. خب واقعا اگر ایشون بتونن این صدا رو بلندتر بکنن، یا گروهی که این امضا رو انجام دادن، همین 172 نفر، همینی که به هر حال 172 نفر با گرایش‌های مختلف کنار هم جمع شدن و یک خواست دارن، اون به قول معروف سرنگونی جمهوری اسلامی هست، برقراری حکومت مردم بر مردم هست. خب این یعنی موفقیت، این به هر حال یعنی یک صدا بلندتر شده. من نمیتونم بگم، یعنی نمیشه گفتش که در طول این 41 سال اپوزیسیون و فعالان سیاسی ناموفق بودن. این یه مقداری من فکر اصلا میکنم اصلا چون این نیست. خانم جشنی اجازه بفرمایید حرف من خیلی روشن هست. ببینید اینه که بلندتر شده صدا، یک بحثی صرف من اینه، چرا تا به حال تشکل‌هایی که اعلام شده که به گفته خود شما و آقای پیرزاده و بسیار دیگه از چپ و راست گرفته هیچ فرق نمی‌کنه، چرا تا به حال موفق نشدن به اون خواست اساسی که برانداختن جمهوری اسلامی است و برقراری دموکراسی، تا به حال اگر هم نزدیک شدن چرا تا حالا نرسیدن؟ سوال اینه. مسیر براندازی آقای چالنگی یک مسیری نیست که یک شبه بشه بهش رسید، مسیری هستش که پله پله باید به سمتش حرکت کرد. و در ضمن ما نباید فراموش بکنیم ما در یک کشوری زندگی میکنیم با جغرافیای گسترده، آداب و رسوم، فرهنگ گسترده و گرایش‌های سیاسی گسترده، و همینطور پیشینه‌ای داریم به نام جمهوری اسلامی که دیگه حداقل اکثر مردم ایران، حداقل براندازان به این نتیجه رسیدن که یک فریب بزرگ بوده در سال 57 و یک شورش بوده نه یک انقلاب. با این پیشینه مسلماً اعتماد کردن به یک گروه با توجه به اینکه این گروه ها پراکنده هستند، در داخل کشور نمیتونن فعالیت کنن. ما تا چندی قبل مشکل ارتباط با داخل ایران داشتیم، الان این فضای سوشیال مدیا و رسانه های اجتماعی فعالتر هستند. تا 10 سال پیش ما چنین چیزی رو به هیچ عنوان نداشتیم، حتی تا 7-8 سال پیش. و از طرفی حتی در همین فضای آزاد هم ما داریم میبینیم هر صدایی که به صدایی بخواد برسه به نوعی جمهوری اسلامی توش داره دخالت میکنه. به هر حال اینها هم در طول این سالها بیکار ننشستن و تلاش کردن که بتونن یک جوری این حکومتی رو که دیگه هیچ مشروعیت مردمی نداره سرپا نگه دارن. من فکر میکنم براندازی یک شبه اتفاق نمیفته، ولی همه ما حداقل به این قضیه رسیدیم که براندازی نزدیک هست و این نزدیک بودن مجموعه ای از تلاش هایی هستش که در طول 41 سال فعالین سیاسی و مدنی داخل و خارج از کشور و گروه هایی که تشکیل شدن و در این زمینه تلاش کردن ما رو به این نقطه رسوندن. بله قطعا براندازی در یک شب نیست، ولی خب مدت 41 سال هست و خانم جشنی هم اشاره کردن که نزدیک هست. اما آقای پیرزاده
شما در بیانیه اینجا گفته شده ما خواهان گذار از جمهوری اسلامی و برگزاری رفراندوم برای تدوین قانون اساسی دموکراسی سکولار در ایران هستیم. این خواست شما امضا کنندگان خانم جشن شما هم امضا کردید یا من افتخار نداشتم، امیدوارم بهشون بپیوندم. خب این آقای بله خانم پس شد 173 نفر. آقای پیرزاده گرامی، این خواست شما از کی هست و چطور، چه راههایی رو شما به عنوان یه امضا کننده این بیانیه، چه راههایی رو برای رسیدن به این خواست در ذهن دارید یا فکر میکنید ساده ترین راحت ترین راه هست که بعد از 41 سال یا مدت دیگری و نه قطعا یک شبه سابقه مبارزات 41 ساله پشت سر هر حرکت تازه‌ای هست به خواستتون برسید؟ من اولا با خانم جشنی موافقم که عبور از یک نظام، حالا بهش من دیگه نمیگم نظام، یک سیستم توتالیتر، چون جمهوری اسلامی واقعا یک سیستم توتالیتر مافیایی هست و تروریستی، عبور از یک سیستم توتالیتر مافیایی تروریستی ساده نیست. فراموش نکنیم که شوروی بیش از 70 سال طول کشید تا سقوط کرد. من اطمینان دارم مثل خانم جشنی که عبور از نظام یا این سیستم مافیایی تروریستی جمهوری اسلامی به مراتب نزدیک هست و ما امیدوارم به زودی به اون حاکمیت ملی و خواست مردم ایران برسیم. دو تا بحث مختلف آقای پیرزاده، برای روشن شدن بینندگان من میگم. ببینید شوروی تمام مدت هم به حدود 80 سالی که بر سر کار بود این همه سازمان ها و گروه های مخالف نداشت. پروسه فروپاشی شوروی یک پروسه کوتاه مدتی بود، بحث طولانی هست. حرف بر سر اینه الان در ایران 41 سال رو در روی این هستن. یک موضوعی هست در کارهای سیاسی که به اصطلاح آسیب کار کجاست، که هر تشکل سیاسی که هست با هدفهای مشابه بعد از مدتی ناپدید میشه. بس آموختن از گذشته هست. بفرمایید. من میخواستم به این اشاره کنم. ببینید شوروی هم موقعی فروپاشید که جهان آزاد تصمیم گرفت به دلایلی فشار حداکثری رو وارد بکنه و دیدیم در زمان ریاست جمهوری آقای ریگان چه اتفاقاتی افتاد که اون اتفاقات به علاوه انتخاب ژان‌پل دوم در واتیکان به عنوان پاپ و به خصوص حرکت سولیدارنوش، همبستگی در لهستان با رهبری لشوالیزا، تمام این حرکت‌ها در از خارج و از درون سیستم کمونیستی، این فشارها باعث شد که اون سیستم فرو ریخت. من الان می‌بینم که ما در به اونجا رسیدیم، یعنی شاهد این هستیم که دیگه جهان آزاد یا اینکه مثلا دولت آمریکا دنبال این که به همونجایی که زمان اوباما اینطوری بود که بیاین هر طوری شده با هر قیمتی که شده بشینند و مذاکره کنند و باج بدن به جمهوری اسلامی، دیگه چنین اتفاقاتی نمیفته. الان ما شاهدین هستیم که دولت آقای ترامپ داره میگه که من میتونم با شما بشینم مذاکره کنم، ولی باید شفاف باشه، جلوی دوربینا باشه، پشت در بسته نیست و خواسته های مشخص رو میز گذاشته. این خواسته های مشخص و این درخواست شفافیت، این زهر برای جمهوری اسلامی، برای همین هستش که قبول نمیکنن. از اون طرف هم میبینیم که فشارها در درون روز به روز از طرف جامعه ایران، برای کارگران هست، زنان هست که قویته از همه دارن کار میکنن، فعالین سیاسی هست و خیلی از طیفای دیگه، مدافعان محیط زیست، این فشار داره روز به روز از درون هم بیشتر میشه. و اگر ما بتونیم به یک همبستگی ملی برسیم، بدونی که کسی بخواد اینجا ادعای رهبری داشته باشه، بدونی کسی بخواد ایدئولوژی که در دلش هست بخواد بگه این ایدئولوژی بعد از الان حاکم باشه در ایران، نه، فقط بیایم روی مینیمم ها و خواسته های مشترکمون، یعنی عبور مسلمت آمیز، حفظ تمامیت ارضی، رسیدن به یک نظامی که مبتنی به اعلامیه جهانی حقوق بشری باشه، از طریق یه برگزاری یک رفراندوم که به نظر من شعار محوری و اساسی هست، ما میتونیم دور این خواسته ها و این مطالبات مردم هم صدا بشیم، هم آوا بشیم و این همبستگی رو برای رسیدن به این
خواسته هامون نشون بدیم روز به روز بیشتر، به خصوص که شرایط بین‌المللی هم واقعا به نظر من یک پنجره ما داریم، یک فرصتی هست که این نباید از دست بدیم و با این به نظر که تمام این شرایط میتونیم به نظر من، منم خیلی بسیار خوشبین هستم که این کار شدنی هست، به شرط اینکه واقعا این حس همبستگی، این همبستگی حرکت باز باشه برای هر ایرانی، از هر باور، از هر گرایش و از هر ایدولوژی که هست، برای رسیدن به این خواسته های مشترک. یعنی شما همبستگی ملی رو به اضافه شرایط مساعد امروزه رو این دو عامل اساسی میدونید برای رسیدن به هدف های اعلام شده همه، و اینکه واقعا اینو قبول بکنیم که رهبری فکری داره از درون ایران میشه، موقعی که عزیزان ما در حالا بیانیه 14 هست، خانم ستوده هستند و خیلی های دیگه، آقای منوچهر بختیاری هستند، پدر پوریا و خیلی های دیگه که دارن واقعا با شجاعت تمام ایستادن در برابر جمهوری اسلامی و دارن مبارزه میکنن، به شرطی که ما در از پشتیبان این عزیزان باشیم و خواسته ها و مطالبات آنان رو بیان بکنیم. و به نظر من در خارج از کشور ما نباید ادعای خاصی داشته باشیم، به جز اینکه ما هم آوا هستیم، هم صدا هستیم با شما و سعی میکنیم در سطح بین‌المللی خواسته ها و مطالبات شما رو بیان بکنیم. سپاس بسیار از شما آقای رضا پیرزاده و تشکل نوپای هم آوا همبستگی ملی برای دموکراسی در ایران. آقای رضا پیرزاده یکی از امضا کنندگان بیانیه و توضیحات ایشون رو شنیدید و همینطور توضیحات و سخنان خانم میترا جشنی گرامی. با سپاسی دوباره از هر دو مهمان عزیز، به اتفاق شما عزیزان بینندگان به هرات خواهیم رفت، به هرات خواهیم رفت و مصیبتی که جمهوری اسلامی برای خانواده های بسیار در افغانستان نیز پدید آورده است. پرتاب شهروندان افغان به رودخانه هریرود و تکذیب آشکار محمد جواد ظریف که جمهوری اسلامی در این موضوع دخالتی نداشت. تا لحظاتی دیگر. با من و شما هستند از هرات، در نزدیکی های ایران، در هرات افغانستان، آقای شاپور صابر، روزنامه نگار، گزارشگر رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی که میدونیم مرکز اون در پراگ هست و بخش افغان اون، افغانستان اون بهره‌مند از روزنامه نگاران برجسته و سرشناسی هست، همچون خود آقای صابر عزیز گزارشگر ارجمند و همینطور روزنامه‌نگارانی مانند آقای قادر حبیب، سلطان سرور و بقیه، مثل بقیه بسیاری دیگه از بخش‌های رادیو اروپای آزاد از جمله رادیو فردا نیست که روزنامه‌نگاران ارجمندی در اونجا مشغول هستند. با ما هستند آقای صابر. سلام به شما، خوش آمدید آقای صابر. سلام دارم به شما، به همکاران گرامیتان و تمام بینندگان تلویزیون. ما متاسف هستیم، تسلیت میگیم به شما و همه برادران و خواهران و نازنینان افغانستان بابت این اقدام. آخرین خبرها رو از شما میشنویم. آقای ظریف گفته خیر، کار ما نبوده. پس کاری کی بوده کشتن زحمتکشان افغان رو، عزیزان افغان رو؟ ببینید، طوری که شما در جریان قرار دارید، حادثه برمیگرده تقریبا با 10 روز قبل، روز جمعه، که ادعاهای مطرح شد که بیشتر از
50 تبع افغان که به صورت قاچاقی از ولسوالی گلران در جایی که مرز مشترک میان افغانستان، ایران و ترکمنستان بوده در چند گروه مختلف وارد ایران شدند، از سوی ماموران ایرانی گرفتار و یک شب را در یکی از اردوگاه‌های ایران سپری کردند و فردای آن روز یعنی روز جمعه حدود 10 روز قبل اینا توسط مرزبانان ایرانی توسط یک قرارداد مترن و کاستر اینا به قسمت دریای حریرود آورده میشن. به اساس ادعاهایی که مطرح میشه از سوی مشاهدین و از سوی اقارب از این افراد و مقامات دولتی در ولسوالی گلران جایی که اتفاق رخ داده گفته شده که اینا جبران از سوی ماموران ایرانی به آب پرتاب شدن که شماری از این افراد از آب نجات پیدا کردن، شمار اجساد اینا یافت شده و شماری هم تا کنون لادرک هستند. تا کنون هم ادعاها در قسمت ارقام این افراد زد و نقیز گزارش میشه و قابل یادآوری میدانم که والی ولایت هرات سید بیت قتالی روز شنبه همراه با شماری از مقامات محلی در ولایت هرات به دهنه ذوالفقار جایی که این رویداد رخ داده بود رفته و تحقیقات از مردم، از مشاهدین انجام داده و روز گذشته در یک کنفرانس مشترک مطبوعاتی با حمید تماسی رئیس هیئت ایزامی کابل به ولایت هرات در یک کنفرانس مطبوعاتی ظاهر شد و گفت که ما اسناد به دست آوردیم که این موضوع نشان میده که این افغانها در خاک ایران اتفاق صورت گرفته، چیزی که مقامات ایرانی چند روز قبل تکذیب کرده بودند که گویا این رویداد در خاک افغانستان انجام شده. خب علتش چی بوده و تعدادش و کشته شدگان رقم‌های مختلف، تعداد مختلفی ما داریم، 26 نفر، 27 نفر، 20 نفر و چرا این جور رفتار، برای چی؟ اگر اجازه باشه من چند رقم مختلف از منابع مختلف خدمت شما برز میرسانم که چیزی که پیشتر گفتم تا کنون هم مسئله زد و نقیزه و مقامات در هرات این مسئله به رسانه اعلام نکردن و تاکید داشتن که تمام نتیجه بررسی چند روزه خود از ولایت هرات به مقامات مرکزی افغانستان یعنی کابل پایتخت میرسانند. در ابتدا در روزی که اتفاق افتاد گفته شد که 8 تن از کارگران افغان اینا از دریا پیدا شدند که این 8 تن از ولسوالی به نام رباط سنگی در شمال شهر هرات و همچنان یک از اجساد در منطقه در حومه شهر هرات گفته شده بود که اینا باشنده هستند و حالا آقای تماسی، حمید تماسی رئیس هیئت گفته که اینا 46 نفر بودند که 10 جسد در بر اساس تحقیقات اینا پیدا کردند، 15 جسد از این افراد ناپدید هستند و 21 تن نجات یافتند. اما در کنار آقای تماسی، آقای عبدالستار حسینی نماینده مردم افغانستان در پارلمان و یک از اعضای هیئت اعزامی به ولایت هرات او ادعای دیگر مطرح میکنه، میگه اطلاعات ما نشان میده به اساس اطلاعاتی که از مردم محل، از مشاهدین و همچنان کسایی که نجات یافتن به دست آوردن، تعداد این افراد 55 نفر بودی کارگرای افغان که به اساس تحقیقات از اینا اجساد 8 تن در خاک افغانستان در روز اول یافت شده، 10 تن به گفتی از اینا در خاک ترکمنستان رفته، چون حتما به جریان هستین که در این منطقه یک بندی دوستی میان ایران و ترکمنستان که آب حریرود در او بند سرازیر میشه وجود داره، 10 تن در خاک ترکمنستان اجساد اینا دیده شده و 8 تن از این افراد در خاک ایران آب انتقال داده که ساکنان مناطق مرزی ایران ای افراد را دفن کردن و تلاش بر ای داشتم که نباید پلیس ایران به گفته آقای حسینی از این مسئله باخبر بشه و حتی ادعای موجوده که پلیس ایران از ترکمنها نیز خواستار از این شده که ای صادر به مرزبانان ایرانی تسلیم کنم، چیزی که تاکنون تسلیم نشده به این مسئله. و در کنار از این به اساس ادعای آقای حسینی که تاکید میکنه از مشاهدین این رویداد به دست آورده گفته شده که ماموران ایرانی در داخل اردوگاه این تعداد از افغانها را به
لط لط کوب کرده و این موضوع من با 4 تن از افغان ها که مصاحبه کردم علائم ضرب و شتم میر خود من شخصا چشم دیدم بود که دیدم که مساس دای از اینا این علائم نشانه های از لط کوب ماموران ایرانی بوده و در کنار از گفته شده که زمانی که اینا در آب پرتاب می شدن دستای برخی از اینا بسته شده و برخی از این کارگران افغان دستای اینا از سوی نیروهای مرزبانان ایرانی شکسته شده و سپس به آب پرتاب شدن. موضوعی که میتونه حتی در دادگاه بین المللی جنایت علیه بشریت افغانهای نازنین که در ساختن ایران چه پیش از انقلاب و چه پس از انقلاب نقشی اساسی داشتن، رفتار زشت زننده حکومت برآمده از انقلاب با زحمتکشان و نازنینان افغان در ایران ما همه میدونن، ایرانی ها میدونن، اهانت ها، توهین ها و حتی ازدواج هایی که می داشتن شناسنامه به فرزندان اونها ندادن، اون هم حکومتی که داد میزنه و فریاد وحدت مسلمانان سر، چون حکومتی با چنین ادعایی. خیلی کوتاه بفرمایید جناب صابر عزیز که بازتاب این جنایت، این اقدام، هر عنوان برش گذاشته بشه، در میان جامعه افغانستان چه بود؟ خب شما به جریان هستین که از آغاز این رویداد به نوعی مردم افغانستان این حادثه بسیار هولناک و بی پیشینه در تاریخ بشریت خواندند و در کنار از این برخی از ایرانی ها هم در صفات اجتماعی همصدا شده بودند با افغان ها و از حکومت خود به شدت انتقاد کردند که این موضوع به ما قابل پذیرش نیست که با این وضعیت با افغان ها برخورد بشه و امروز هم شمار زیادی از فعالان مدنی و همچنان باشندگان ولایت هرات در مقابل قنصلگیری ایران در ولایت هرات دست به اعتراض زدند و از مقامات افغان خواستند که به این موضوع رسیدگی جدی صورت بگیره، باید تحقیقات انجام بشه تا به گفته از اینا خون این افراد پایمال نشه، چرا که این افراد ادعا میکردند که این برای نخستین بار نیه که افغان ها از سوی مرزبانان ایرانی ها در کل حکومت افغانستان توهین میشن، تحقیر میشن و به صورت بی‌رحمانه جان از اینا گرفته میشه و باید این موضوع حکومت افغانستان جدی بگیره و از نهادهای حقوق بشری در سطح جهان خواستن که بعد حکومت افغانستان و مردم یاری برسانن تا اقاریب از این مردم به صدا از اینا گوش داده بشه. سپاس بسیار داریم از شما جناب شاپور صابر گرامی. بینندگان عزیز میتونن گزارش های شاپور صابر، آقای شاپور صابر گزارشگر رادیو آزادی رو، بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد رو بشنوند، از هرات دنبال کنن و برنامه های خوب این بخش رو حتما دنبال کنن. سپاس از اینکه وقتتون رو با ما و بینندگانمون سهیم شدید و با ما بود. همچنان سپاس ویژه از شما و تمامی همکاران گرانقدر شما. امیدواریم شاپور جان ما روزی اخبار خوش رو به هم دیگه بدیم، دو کشور همسایه و تسلیتی دوباره به شما مردم افغانستان. همه شما عزیزین بخیر باشین. تشکر. سپاسی دوباره. لحظات دیگه همراه شما عزیزان خواهیم. و اما یک موضوعی هست من مایل هستم با شما در میون بذارم. در این روزها یاد و یادواره حسین منزوی به میون آمده، قلم شیوای شاعر، نویسنده و پژوهشگر ارجمند ایران علی امیرفتروس مطلبی نوشته با یاد حسین منزوی درگذشت. حسین منزوی غزل سرای معاصر ایران، غزل سرای برجسته ایران. عزیزانی که مایل هستن میتونن
دنبال کنن از طریق لینکی که میبینید یا نشانی که میبینید روی صفحه تلویزیون. به هر حال زندگی بسیار سختی داشت در ایران بعد از انقلاب. شعرا، نویسندگان، روزنامه‌نگاران میدونیم زیر فشارهای فزاینده قرار گرفتن. تمامی شعر ایران خلاصه شد در شبهای شعر بیت رهبری، تملقهای نه تنها مبالغه آمیز بلکه مبتذل. حتی در چون شبهای شعری و در آن سو گزمه‌های حکومت همچنان در حال پسراندن شاعران ایرانی به زور زندان و چماق از عرصه زندگی روزمره مردم، از عرصه فرهنگی مردم، که طبعا موفق نشدن. یکی از بزرگان شعر کلاسیک ایران با نوآوری هایی که به گفته کارشناسان از جمله آقای میرفتروس گرامی که در عرصه شعر نیز پژوهشگری سترک هستند، حسین منزوی یکی از غزل سرایان بزرگ ایران و با نوآوری هایی که داشته. چون این چند روزه من با غزل های حسین منزوی سر کردم، مدیون آقای میرفتروس هستم چون مطلب او در گویا و جاهای دیگه رسانه های اینترنتی مرا برد به دنیایی که حسین منزوی بود، دنیایی که پیش از انقلاب نیز با او در گروه ادب امروز بودیم و چه شبها و روزهایی. حسینی که در نهایت سختی و مشکلات زندگی پس از انقلاب ترانه های زیبایی و لطیفی سرود با صدای محمد نوری و کسانه معدود دیگر. شاعران خود رو قدر بدونیم. بسیاری از اونها در طول تاریخ چون حسین منزوی بودند و چون حسین منزوی زیستند، اما جهان اونها مسون ماند از دست برد مستبدین و گزمه های اونها. قدر شاعران ارجمند خودمون رو بدونیم، کسانی که با دل خیش زندگی کردن و با دل مردمی سخن گفتن. از ورای تاریخ، از ورای روزگار کنونی، دلی گشوده به سوی مردمان داشتند و شعری گشوده به سوی رود زمان و ماندگار چون دریاهای همیشه جهان. حسین منزوی چنین بود. روان شاد بود. عزیزانی که مایل هستید کتابهای حسین منزوی رو هم میتونید پیدا کنید، چندین کتاب منتشر شده از ایشون، و مایل هستید مطلب بخصوص مطلب آقای میرفتروس رو که کلیدی هست به دنیای حسین منزوی مطالعه کنید، گفتم نشانی که روی صفحه میبینید میتونید مراجعه کنید. این خبر رو هم بدم که کارکنان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، تلویزیون ملی ایران، که زمانی من، حسین منزوی و صدها نفر دیگه در اونجا مشغول به کار بودیم، کارکنان صدا و سیما نام بعد از انقلاب به اعتراض امروز و در برابر ساختمان تلویزیون ایران بودن. موفق باشن در تامین پاسداش. به پایان برنامه رسیدیم. از شما عزیزان سپاسگزاریم. هر نظری که دارید برای ما بنویسید یا پیام بگذارید بازتاب داده خواهد شد. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز الب و سند و سبلان، آسماری کوساران دنا درا کلوند کوزگرس هفتان، بینالود درفک و شیرکو و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد